کاپیتالیست عزیز سلام خوش آمدید به یک ویدیوی دیگر در این ویدیو مثل ویدیوهای قبلی یک آپدیت از وضعیت فعلی بازار ارزهای دیجیتال برایتان میدم از همین الان میتونم برتان بگم که 2024 یک از او سالهایی است که تعداد محدودی خودشان مسازن، می مالی میسازن و خیلی بد خیلی ها میبازند ایره ما تقریبا با زمانت میتونم برای شما بگم اگر برای ما فرصت بدید حالا در ادامه ویدیو در مورد اینا بیشتر صحبت میکنم اما قبل اینکه ویدیو رو برتان شروع کنم ویدیو رو لایک کنید کانال حمایت کنید اگر جدید هستید در کانال حتما کانال از سابسکرایب کنید چون ویدیو هایی که من روزانه بر شما در یوتیوب تیک تاک اینستاگرام استوری اپلود میکنم میگذارم واقعا دیتا های خیلی مهمه یعنی میتونم بگم که جزء دیتا ها های خاص مارکت است اگر شما بتوانید از اینا به گونه درست استفاده کنید میتونید نتیجه های فوق العاده عالی بگیرید نمیخوایم ادعا کنم ولی میخوایم براتون ثابت کنم برای مثال زمان اینجا بیت کوین از 37000 دلار آمده بود پایین روی 36000 دلار 35000 دلار بود من براتون ویدیو گرفتم و در این ویدیو گفتم من فکر می‌کنم این ویدیو است که گفتم احتمال پایین رفتن بیت کوین تا 34000 دلار است بعد از 34000 دلار ما و شما شاید یک رشد خوب تا 40 41 43000 دلار خواهد بودیم حالا اینجا تا 34 دلار پایین نرفت تا نزدیکی 34 دلار رفت پایین تقریبا همی اتفاق افتاد بعدش شاهد یک رشد خوب از بیت کوین تا 41 هزار دلار بودیم اینجا هم حتی برای شما ویدیو گرفتم که آره در این ویدیو بود در واقعیت که گفتم احتمال رشد بیت کوین تا 40, 41 43 هزار دلار بعد اینجا آلت یک رشد خوب خواهد کرد و بعد در آخر ما شما شاهد یک کرش از بیت کوین در کوتاه مدت خواهد بودیم خب بیت کوین رفت 44 44 چار چار نیم هزار دلار دید و بعضی آلکونه های دقل آل های پدر مادردار آلکونه های قوی فاندامنتالی آلکونه هایی که بنیاد خوب دارن رشد خوب کردن تا اینجا درست نه؟ نه خیلی زیاد ولی رشد خوب کردن حالا بعضشان چل پنجا صد درصد کمتر یا زیادتر مثلا شما ببینید سولانا بیشتر از صد درصد رشد کرده اولا بیشتر از صد درصد رشد کرده کاردانا نزدیک صد درصد رشد کرده و خیلی از ارزهای دیجیتال دیگه درسته؟ اما وقتی اماد بیت کوین بالا به چل, چل سه هزار دلار خب دیدیم که وضعیت تغییر کردم من طرز فکر رو من تغییر دادم چون من منتظر بودم که بیت کوین از چل چل سه هزار دلار میه پایین به سی سی و سی, سی هزار دلار اما به نظر من یا نظر به دیتا احتمال اتفاق افتادنی کم بود من باز دوباره ویدیو گرفتم گفتم رشد بیت کوین ادامه داره امکان پایین رفتن بیت کوین کم هست یکی از بهترین نصیحت هایی که من داخل مارکت از یک کتاب گرفتم و برای شما دوستانم به عنوان برادر کوچیک تا نصیحت میکنم میگه ترند از ترند دوستت است خودت هم با مارکت ادب کو با مارکت تنظیم کو برای مثال اگر دیروز وضعیت خیلی خراب بود خیلی خراب بود اما دیدی که وضعیت امروز صبح تغییر کرده مثبت شده تو هم خودت تغییر بده اگر امروز وضعیت خیلی خوب است مثبت است داغ است بولیش است اما اگر دیدی فردا وضعیت تغییر کرده تو هم خودت تغییر بدی حداقل در کوتاه مدت میگه ترند از یور فرند با ترند پیش برو باز دوباره اینج روی هزار دلار برتون گفتم به احتمال کرش بیت کوین تا چ... یعنی در بتن شار هزار دلار که 40000 دلار 40 دیدیم و الان الحمدلله پس دوباره بیت کوین حرکت کرده روی 43 بالای هزار دلار است ایتریوم بالای 2300 دلار حالا ما نمیخوایم اینجا خیلی زیاد از خودم برای شما صحبت کنم خواستم از خودم براتون کریدیت بدم که میشه جهتی مارکت پیش بینی کرد و اگر شما مدام ویدیوهای مر حالا ویدیوهای تیک تاک اینستاگرام استوری یوتیوب دنبال کنید تا حد نمیشه جهتی مارکت پیش بینی کرد و اگر به خصوص داخل کانال وی ما باشید نتایج خارق العاده فوق العاده عالی میگیرید بیت کوین فعلا روی 43100 دلار اتریوم بالای 2300 دلار دارایی کل مارکت 1.7 تریلیون دلار 5 پنج پنج درصد افزایش در 24 ساعت گذشته اینجا رو ببینید سپرده گذاری اعتماد و شرکت تسویه حساب آمریکا سیمبول ETF اثبات بیت کوینی بیت وایس که صندوق سرمایه گذاری هست را اضافه کردن از روز زیادتر میشه از روز زیاتر میشه ETF ها در همین چهار اطراف است اینجا رو ببینید دقا دیشب بعد جلسه فدرال رزرو دیشب فدرال رزرو آمریکا جلسه داشت برای تعیین سود بانک مرکزی آمریکا خب سود بانک مرکزی افزایش ندادن لن صحبت کردن جران پاول خیلی خوب بود اونجا و همین دلیلی است که ما بعدش شاهد یک رشد خوب یک رشد کوچیک از بیت کوین بازار بورس بودیم اس پی رو ببینید اس نزد... بالاترین سقف قیمتی اس بزرگترین ایندکس جهان است که ارزشش بیشتر از ده تریلیون دلار است بالاترین سطح قیمتیش 4766 دلار در یکی دسامبر 2021 الان چند تا 4707 دلار یعنی چیزی نموده که سن بی بزرگترین اندکس جهان بالاترین سطح قیمتی خود بزنه سهام اپل به بالاترین سطح قیمتی خود رسیده سهام مایکروسافت به بالاترین سطح قیمتی خود رسیده اینا بزرگترین کمپانیای جهان است ارزشش تریلیون دلاری است اپل 3.7 تریلیون دلار مایکروسافت 2.78 سه هفت هفت تریلیون دلار مایکروسافت دو هفت تریلیون دلار دیشب جلسه فدرال زرگ بود سودی بانک مرکزی را دیگه افزایش ندادن و قشنگونجا جرون پاول سیگنالی را داد که دیگه احتمالی خیلی خیلی کمه که فدرال زرف دوباره سود بانک مرکزی را سود بانک مرکزی را افزایش بده و حتی الان پیش بینی میشه که فدرال زرف در 2024 سه مرحله و هر بار 25 صدم سودی بانک مرکزی را کاهش خواهد داد یعنی دلیل اصلی که باعث کرش بازار بورس و ارزهای دیجیتال کل اقتصاد شد الان در حال چرخیدن است پس بدانید که ماهای فوق العاده عالی برای بازارهای مالی در پیش رو است همین الان در حال اتفاق افتادن است همین الان در حال اتفاق افتادن است چه داخل بورس چه داخل بازار ارزهای دیجیتال ای والد دیشب بعد جلسه فدرال رزرو 4375 بیت کوین معادل به 188 میلیون دلار خریده اینجا رو ببینید او مقدار پول پول ارز دیستال نه پول مثلا تتر یو سی که فعلا داخل مارکت ارزش میشه فرستاده میشه برابر است با دسامبر 2020 زمان بیت کوین هزار دلار بود که اون وقت من شخصا هنوز یک آدم جدید بودم داخل مارکت و ویدیوهایش رو باز در زمانش میارم برای شما نشان میدم از تیک تاک نمی یوتیوب اگه هست برید آخر آخر کانال یوتیوبم بیت کوین از 18 هزار دلار رفت بالا به 69 هزار دلار پس من فکر میکنم به احتمال زیاد سطف جدید بیت کوین در آخرای 2024 اتفاق میفته با توجه به رشدی که ما الان هم از بورس داریم هم از ارزهای دیجیتال اما اکثریت برای سقف بیت کوین در آخرای 2025 منتظر است همون رقمی که خیلی یا کف از دست دادن بذار اینجا یک مقدار بیشتر در موردی بر شما صحبت کنیم همون همون رقمی که خیلی یا قیمت های پایین بیت کوین از دست دادن من با جرات میتونم براتون بگم که بیش از 80 درصد هنوز خرید نکردن زیر هزار دلار خرید نکردن الان شاید کم کم شروع به خرید کنه زمانی بیت کوین 16000 دلار بود 20000 دلار 25000 دلار 27000 25 دلار خرید نکردن منتظر بیت کوین 10000 دلاری بودن اما الان کم کم شروع کرده ولی به مزه که بیت کوین برسه روی 50 60000 دلار اینا بد رقم فومو خواهد کرد و همین آدما در بلرانم بدرقم پودار از دست خواهد داد توری روی نمیدونم 100 هزار دلار وارد خواهد کردن که اینگار دیگه بیت کوین میره به 300 هزار دلار که باز دوباره همین بازار خرسی دوباره تکرار خواهد شد همون که خیلی ها فریب خوردن من براتون قول میدم که خیلی ها اونجا پس دوباره فریب در رشد فریب خواهد. خوردن اینجا رو ببینید سوئدی آرامکو بزرگترین کمپانی تولید نفت در دنیا با اس بی آی هولدینگ اس بی هولدینگ یک بانک ژاپنی است که با دیجیتال است با بلاک چین اینا کار و سر و کار خیلی زیاد دارن یک پارتنرشیپ شروع همکاری شروع کردن به هدف سرمایه گذاری روی دیجیتال اسید یعنی سویدی ارامکو که قصد داره روی دیجیتال اسید روی ارسای دیجیتال سرمایه گذاری کند سویدی ارامکو بزرگترین کمپانی نفت تولید نفت در دنیا است و پشت سر اپل و مایکروسافت سومین کمپانی بزرگ در دنیا هست با دو اشاره تریلیون دلار ارزش مارکت کپ اینا خبرای بزرگ است و دیشب خبر خیلی جالب در مورد بیت کوین آمد اگه ما بخوایم این خبر خیلی خلاصه برای شما توضیح بدم مثلا الان تصور کن مایکرو استراتژی بیت کوین داره میخوای از بیت کوین خود به عنوان یک وسیقه چون یک شرکت است از بیت کوین خود به عنوان وسیقه در آمریکا استفاده کند. اون وقت مایکروسافت نمیتونه نمیتونه از قیمت الان بیت کوین از ارزش الان بیت کوین عنوان وسیقه استفاده کند. مایکروسافت فقط میتونه به او قیمت هایی که بیت کوین خریده فقط بر اساس او از بیت کوین به عنوان وسیقه استفاده کند. از بیت کوین های خود و گاه مایکروسافت مجبوره که بیت کوین های خود بفروشه که بتونه از او پول به عنوان وسیقه استفاده کند اما قانونی دیشب بی آمریکا را اندازی کردن که بعد از 15 دسامبر 2024 سازمان ها شرکت ها در آمریکا میتونن از بیت کوینی که داره به قیمت مارکت به عنوان وسیقه استفاده کنند برای مثال مایکرو استراتژی تصور کنید 5 میلیارد دلار بیت کوین خریده اما فعلا 7 میلیارد دلار بیت کوین داره نزدیک 2 دو میلیارد دلار روی سود است در حال حاضر مایکرو از او 5 میلیارد دلار بیت کوین خریده فقط میتونه به عنوان وسیقه استفاده کند. 2 میلیاردی که روی سود است نمیتونه استفاده کنه و گفتم گان مایکرو استراتژی مجبور که بیت کوین خود بفروشه برای اینکه بتونه از بیت کوین خود به عنوان وسیقه استفاده کنند اما بعد 15 دسامبر 2024 سازمان ها شرکت ها داخل آمریکا میتونه از بیت کوین از قیمت مارکت بیت کوین به عنوان وسیقه استفاده کند و لازم نیست بیت کوین خود را یک قدم بزرگ برای توسعه بیت کوین داخل آمریکا است به خصوص برای سازمان ها عزیزانی بود از ویدیو امروز من امیدوارم ویدیو براتون مفید بوده باشه حتما ویدیو رو لایک کنید جدید هستید در شروع گفتم دوباره میگم کانال سابسکرایب کنید تا ویدیو بعد خداوند نگهداری همه شما